این دنیا سهم ما گریه و تنهایی بود، هیچکی حرف دل ما رو نشنید، جز تو درمون دل ما کی بود؟ کور بینا شده از دست تو، چشم قلب منو روشن کردی، عشق خدمت به دلم بخشیدی، بیمنی های منو من کردی. هویت گرفته دل سادم، ببین من به چی قلبمو دادم، ببین زندگیمو به خونت جزام سیاهی رفت، به اسمت تموم تباهی رفت، ببین زندگیمو تو دنیای بیرحم و بیرویا، توی عشق آیندم عیسی، ببین زندگیمو مسیحا شده عشق و آینم، مسیحا شده هرچی میبینم، ببین زندگیمو. سلام، هیچ میدونید شما از زمانهای قدیم جزو نقشه نجات خدا بودید؟ چطور؟ با هم ببینیم. این جدول زمانی نجات عظیم خداونده. و اما کجا و چطور این نقشه آغاز شد؟ خداوند دنیای زیبایی رو خلق کرد. اما اولین اجداد ما که در کاملیت آفریده شده بودن، همه چیز رو با نااطاعتی از بین بردن. خداوند به قوم بنی اسرائیل قوانین خودش رو تعلیم داد و اینجا بود که کتاب مقدس به نگارش در اومد. سالهای زیادی گذشت، نبوتهای زیادی شد، اتفاقات خوب و بد بسیاری افتاد، اما بزرگترین اتفاق این بود که نجات دهنده عیسی مسیح در بیت لحم به دنیا اومد. حتماً درباره عیسی مسیح شنیدید که در منطقه‌ای به نام جلجتا بر روی صلیب رفت. بله، اما این رو می‌دونید که عیسی مسیح بر روی صلیب برای نجات ما جون داد و از مردگان برخاست. بعد از اینکه عیسی به آسمان بازگشت، کلیسا متولد شد و کتاب مقدس به اتمام رسید. مردم به خوشنودی خود بیشتر از خدا ادامه دادند. و با چاپ اولین کتاب مقدس بیداری در کلیسا به وجود اومد. دیگه حالا هر کس میتونست در مورد نجات عظیم مطالعه کنه. اما ما آدم ها همچنان خودمون رو خدا دونسته و با دو جنگ جهانی میلیون ها انسان رو از دست دادیم و پی بردیم که چقدر خودخواه و گم شده هستیم. عصر جدید، اختراعات مختلف انجام شد. کامپیوتر، لپتاپ، موبایل و حتی انسان پای خودش رو روی کره ماه گذاشت. اما همه اونا نتونست ما رو از مشکل اصلی خودمون نجات بده. و بالاخره این زمانیه که شما آفریده شدید در نقشه خدا. و قدم بعدی این نجات عظیم در دستای شماست. دقیقاً اینجا، شما اینجا هستید. و آغاز کشف 12 حقیقت در مورد شما. سلام، مروارید هستم. سلام، النا هستم. به برنامه پورتال خوش اومدید. دوست دارم که خوشحالی آرامی با هم باشم. مهربانی، خود کنترل، آرامش، صبر، خود کنترل، عشق. عشق همه چی توش داره دیگه. عشق کلن تمام این موارد زیر مجموعه ای که نام کردید همش داخلش هست. آرامش، خود کنترلی.
نمی‌کردم که مشکلی در زندگیم وجود داشته باشد که نیاز به حل کردن من داشته باشد. اینکه انگار حالم خوب است، شغلم را دوست دارم، زندگیم را دوست دارم و بعد از فارغ التحصیلی برای کار به شهر دیگری نقل مکان کردم. یکی از دخترانی که با آنها زندگی می‌کردم مسیحی بود. با اینکه شبیه من بود، اما او چه چیزی دارد که من ندارم؟ بنابراین چیزی که زندگی من را به چالش کشید این بود که ببینم کسی با معنای واقعی شادی زندگی می کند. این باعث شد من بخواهم آن را کشف کنم و او کسی بود که مرا متقاعد کرد که مسیحیت را امتحان کنم. من واقعا عصبی بودم، فقط به این دلیل که قبلا هرگز واقعا به کلیسا نرفته بودم و نمیدانستم چه چیزی در انتظارم است. من استدلال‌های مناسبی می‌خواهم که می‌خواهم دوست داشته باشم تا وارد این مسیر شوم. می‌خواستم مرا متقاعد کنند. ما جلسه را در عصر شنبه برگزار کردیم که چگونه می‌توانیم از روح القدس پر شویم. در پایان آن جلسه مردی که آن را رهبری می‌کرد گفت: آیا دوست داری به جای اینکه در مورد چی صحبت کنیم از روح القدس پر شوی؟ دستت را بگذار و دعا کن و بخواه که با روح القدس سیر شوم. و بنابراین من این لحظه عجیب را داشتم. مثل این بود که با خودم بحث کنم که آیا هستم یا نه. خودم را آزاد کردم و دستم را دراز کردم. هیچ اتفاقی نیفتاد. دیدم که بیرون رفت و بعد فکر کردم. خب دو توضیح وجود دارد. یا خدا واقعی نیست و همه اینجا هستن. آنها نوعی توهم مشترک هستند، زیرا می توانستم ببینم برای آنها واقعی است. خدا واقعی است یا او نمی خواست مرا بشناسد. بنابراین وقتی به اتاق خواب کوچک که در آن اقامت داشتم روی تخت دراز کشیدم و شروع کردم به گریه کردن. واقعا شرم‌آور است. که رابطه ها فعلا از همدیگه دور شدن. اینو نمیدونم. شاید در مورد این تصویر بگم که این شخص خودشو دوست نداره، خودشو نگاه میکنه، از خودش راضی نیست، خودشو کم میدونه. نمیتونم چیزی برای این پیدا کنم. که ما باید توی مشکلات هم که ما تو زندگی مسیحیت هم مشکلات داریم و باید برای این مشکلات غلبه کنیم. دردها و مشکلات مردم، خودمونو هر طور که هستیم باید دوست داشته باشیم. همه ما تو زندگیمون یه سری دردها مشکلات داریم. اینا همه نشانه های گمراهیه. فقط کسی که راهش رو پیدا کنه بدون از طریق ایمان به پدر، به خدای خودش، فقط میتونه آرامش ابدی داشته باشه. رابطه حسن به این عکسی که همه مردم بازم میان تنها نگاه. من هیچ کسی نگرفتم اگر از این عکس. یه تو آینه نگاه کنید نمیشه. اونم نه، هیچ کسی نگرفتم. برای اولین بار دعا کردم. برای همین یه جورایی گفتم خدا واقعا متاسفم، خیلی بدم که نمیخوای من رو بشناسی، اما میخوام تو را بشناسم. فکر میکنم تو واقعی هستی، اما من فقط میخواهم تو را دوست داشته باشم. من فقط میخواهم شما را به درستی بشناسم. بنابراین احساس میکردم باید به رخت خواب برگردم و سپس در آن لحظه نوعی آرامش خارق‌العاده را احساس کردم. او به نوعی مانند شادی در اعماق من بود و من فقط در آن لحظه میدانستم که خدا واقعی است. او من را دوست داشت.
او به همه سوالات من پاسخ نداد، اما آنها به نظر خیلی کمتر اهمیت داشتن. بنابراین انتهای تختم نشستم و فکر کردم. کتاب مقدس را باز کردم و اولین آیه که به آن برخورد کردم این آیه در رومیان بود که میگوید کسانی که با روح زندگی میکنند روح را میخواهند و من میدانستم که مجبور نیستم کاری را که فقط میخواستم انجام دهم. من میدانستم اینکه خدا بقیه کارها را انجام میدهد، فقط باید بگوییم بله و سپس خدا مرا تغییر میدهد، من را متحول میکند و به من کمک میکند تا این زندگی را داشته باشیم. خب امروز میخوام یک سوالی از شما بپرسم، از خودم، از شما جوانان عزیز، اینکه ما چطور ارزش خودمون رو تعیین میکنیم. ما میدونیم که در این دنیایی که داریم زندگی میکنیم ارزش گذاری یکی از پایه‌های زندگی ماست. هر چیزی در دنیا ارزش خاص خودشو داره، ولی وقتی به خودمون برمیگردیم خیلی از آدم‌ها افراط تفریط‌هایی در این ارزش گذاری درونش قرار دارن. یک سری از آدم‌ها هستن که خودشون رو بی ارزش و نامفید میدونن، اعتماد به نفس کافی ندارن و خودشون رو حقیر میشمرن. یه سری از آدم‌ها متکبر و خودخواه هستن و یک نگاه ارباب رعیتی دارن، خودشون رو با ارزش‌تر از دیگران میدونن، مفیدتر میدونن و دیگران رو حقیر میشمرن. ولی سوال این هست اینکه ارزش ما رو چه شخصی تعیین میکنه؟ چه کسی میگه که ارزش ما به چه صورت هست؟ و این ارزش به شخصیت ما، به جایگاه ما، به زندگی ما، به همه چیز ما ربط پیدا میکنه. ولی خبر خوش اینه که ارزش ما در کتاب مقدس تعیین میشه. شاید بپرسین که چطور تعیین میشه؟ خب کتاب مقدس در مورد با همون نقشه که باهاتون صحبت کردم در برنامه‌های قبل، اینکه وقتی که آدم و حوا گناه کردن و انسان به طور موروثی به گناه آلوده شد، با گناه متولد شد، نسبت به خدا عصیان ورزید، از خدا فراری شد و خدا نقشه طرح کرد و پسرش رو فرستاد برای اینکه مصالحه انجام بشه، برای اینکه آشتی انجام بشه، برای اینکه ما نجات بیابیم. و این نقشه و این طرح در کتاب مقدس داره از ارزش صحبت میکنه. در رساله اول پتروس فصل 1 میگه که شما به زر و سیم و پول اجدادتون خریداری نشدین، شما به قیمت خون پسر خدا، خون پربهای عیسی مسیح خریداری شدین. پس ارزش ما چقدر هست؟ ارزش ما مساوی است با خون پربهای عیسی مسیح است. کسانی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان میارن، کسانی که توبه میکنن، کسانی که وارد خانواده الهی میشن، ارزش دارن، برای خداوند ارزشمند هستن، جایگاه دارن، هویت دارن. انسان مدرن دائما به دنبال این هست که ببینه آیا مفید هست، آیا ارزش داره، آیا زندگیش ارزش داره که براش تلاش کنه. خیلی هستن که دست به خودکشی میزنن، خیلی ها کسی هستن که افسردگی میگیرن. برای چی؟ برای اینکه دائما با خودشون درگیر هستن که آیا مفید هستن، آیا ارزشمند هستن، آیا برای کسی ارزش دارن، آیا کسی به اونها ارزش میده. دائما در این تعیین ارزش با خودشون درگیر هستن. ولی خبر خوش اینه که ارزش ما رو، یعنی ارزش انسان رو، کتاب مقدس تعیین میکنه. عیسی مسیح میگه من طبیب گناهکارا هستم، من آمدم تا گم شده را بجویم. خود این به نوعی ارزش انسان گناهکار رو در دید خدا داره نشون میده که انسان برای خدا که به شباهت خدا آفریده شده، انسانی که خطا کرده، انسانی که از خدا فراریه، ولی پسر خدا آمده تا این گم شده رو بجوه. فریسیان از عیسی مسیح ایراد میگرفتن که چرا با گناهکارا غذا میخوری؟ عیسی میگفتش که این گناهکارا مریض هستن و من طبیب هستم. و منظورش این بود که شما ادعا میکنید که سالم هستین و خب باشه، من برای شما نیومدم. پس ما ارزشمند هستیم و ارزش ما رو کتاب مقدس تعیین میکنه.
رومیان 5 میگوید که محبت خدا از طریق روح القدس در قلب ما ریخته می شود. اگر مجبور باشم فقط یک کلمه را برای توصیف روح القدس انتخاب کنم، آن عشق است. و پولس در افسوسیان میگوید که ما باید از روح القدس پر شویم. او به ما تصور اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است میدهد. این فقط یک بار نیست، بلکه همچنان با روح پر میشوی. بله، واضح است که هر مسیحی روح القدس را در درون خود دارد. رومیان 8 میگوید اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد به مسیح تعلق ندارد. شما همیشه به خدا متصل هستید، زیرا روح القدس در قلب هر مسیحی زندگی می کند که توسط روح القدس پر شده است، زیرا او قلب ما را با عشق و قدرت خدا پر می کند. روح القدس معلم من، این که همیشه بین اون هست، خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم که روح القدس بینمون وجود داره و برای زندگیمون، برای تک تک زندگیمون و برای همه چیزایی که اطرافمون هست داره به خیلی خوب و خیلی پر انرژی بینمون کار میکنه. روح خدا، روح قوت، روحی که تو همه جا هست. روح القدس، روح خدا، روح قدوس عیسی، روح خداوند عیسی مسیح. در کتاب اعمال رسولان 5 موقعیت مختلف را می‌بینیم که مردم از روح القدس پر می‌شوند. آنها نماینده 5 دسته مختلف از مردم هستند که در آرزوی پر شدن از روح القدس در اورشلیم بودند. دعا و انتظار و اشتیاق وجود داشت و سپس در روز پنتیکاست روح بر همه آنها جاری شد. و سپس در اعمال رسولان 8 گروه دیگری از مردم را می‌بینیم. آنها مشتاق روح بودند، اما ما می‌بینیم که آنها آماده بودند. و هنگامی که پتروس و یوحنا برای آنها دعا کردند، همه آنها روح القدس را دریافت کردند. همچنین در اعمال رسولان فصل 8 ما نیز با شخصی ملاقات می‌کنیم که اکنون پولس رسول شد. در آن زمان او نمیخواست هیچ کاری با مسیحیت نداشته باشد و شاید شما نیز چنین احساسی داشته باشید. پولس بسیار خصمانه بود. او میخواست کلیسا را ویران کند. بنابراین از شهری به شهر دیگر سفر میکند و مسیحیان را دستگیر میکند. اما اعمال رسولان باب 9 توضیح می‌دهد که چگونه وقتی با عیسی روبرو شد کاملا تغییر کرد. بنابراین در پسر خدا پولس مردی را می‌بینیم که پر از روح القدس است. من پرهام هستم، 30 سالمه و 8 ساله به مسیح ایمان آوردم. بچه لورم، بچه نهاوند و خوشحالم که در خدمتتون هستم. داستان زندگی ها همیشه از وقتی شروع میشه که به یه بنبستی میخورین شما و دیگه هیچ راهی دیگه ندارین جز این که خدا رو صدا کنین. من یک کوچولو از زندگی میخوام بگم که شخصی بودم که با معلولیت به دنیا اومدم. پدر مادرم وقتی بچه اولشون معلول به دنیا میاد تصمیم میگیرن دیگه بچه دار نشن، ولی خب ناخواسته من به دنیا میام. قبل از به دنیا اومدنم مادرم خیلی سعی میکنه که من نباشم، به خاطر اینکه میترسن دوباره یک فرزند معلول دیگه باشه. و وقتی که ولی خواست و اراده خدا چیز دیگه ای هست و من به دنیا میام، ولی با یک ضعف جسمانی که همیشه این خلأ محبت در من بودش که با دید جامعه، با دید خانواده، دید اطرافیان و دید اقوام حتی نمیتونستم کنار بیام و برام سخت بودش.
به خاطر همین یک خلایی در وجود من بود که خیلی تلاش میکردم این خلا رو پر کنم. رفتم دانشگاه، گفتم همه چی اوکی میشه، ولی نشد. بهترین کار رو داشتم، بهترین حقوق رو داشتم، فکر میکردم همه چی اوکی میشه. خودم رو درگیر مذهب کردم، کلاس های قرآن، جزء 3 قرآن رو حفظ کردم، مکبر مسجد شدم و اذانگوی مسجد شدم، ولی هیچ کدوم از اینها نتونستن اون آرامش درونی رو به من بدن. همیشه انگار یک چیزی کم بود در وجود من، همیشه انگار دنبال یک چیزی میگشتم که این جان ناآرام من آروم بشه. تا اینکه توی سن اول دبیرستان تصمیم گرفتم خودکشی کنم و قرص خوردم و منو بردم بیمارستان. فکر کردم دیگه تمومه، یعنی فکر کردم دیگه تموم شد زندگی من. بردم بیمارستان و خدا رو شکر زنده موندم، ولی توی اون تخت بیمارستان یادم میاد که وقتی که بیهوش بودم یک خوابی دیدم، انگار بالای یک چاهی بودم که تهش هیچ معلوم نبود و اصلا تهش رو نمیتونستم ببینم و خودم رو میخواستم بندازم توی اون چاه. یادم میاد که وقتی که خودم رو رها کردم توی اون چاه، یک نفر از پشت این لباس من رو گرفت و گفت من هستم. من اون موقع در مورد مسیح هیچ چیزی نشنیده بودم، هیچ چیزی. و وقتی که بیدار شدم فکر کردم اون کسی که بالای سرم هستش. گفتم تو منو صدا کردی؟ گفت نه، من تو رو صدا نکردم. با اینکه بعد خودم رو درگیر کار کردم و خیلی چیزهای دیگه، ولی همیشه یه خلایی در وجود من بود و همیشه رفته رفته از خدا تلخ می شدم، به خاطر اینکه خدا رو مقصر می دونستم برای این مشکلی که برای من ایجاد شده بود. و همیشه می گفتم به من، اگر شاید اگر من به دنیا می اومدم، کاری می کردم، گناهی می کردم، بعد این معلولیت رو، این ضعف جسمانی رو می گرفتم، خب به خدا حق می دادم. ولی چون از بدو تولد بود، خودم رو بی گناه می دونستم. دریغ از این که همه ما انسان ها وقتی که به دنیا میایم با گناه زاده میشیم و باید از این وضعیت گناه نیاز به یک منجی داریم که ما را از این وضعیت گناه بیاره بیرون. تا اینکه بعد از دانشگاه به طرز معجزه آسایی توی یک شرکتی کار میکردیم و انجیل خودش اومد دم خونمون. یک شخصی اومد گفت ما بشارت میدیم، این کتاب انجیل خدا در قلبم گذاشته که به شما بدم. و من خندیدم، پوزخند گفتم بابا بی خیال، ما 12 امام و 14 معصوم و همه رو صدا کردیم، من خودم نجادمون الحق هست، ابا اجدادیمون الحق یا همون علی اللهی هستن، همه اینها رو ما صدا کردیم، هیچ توفیری نشد، هیچ کسی صدای ما رو نشید، حالا چطور میتونه کتابی که من اصلا نمیدونم دربارش و عیسایی که من اصلا چیزی در موردش نمیدونستم چطور میتونه به من کمک کنه؟ با پوزخند ازش گرفتم، گفتم من خودم جزء 3 قرآن رو حفظم، هیچ کاری برای من نکرده، چرا باید انجیل برای من کاری انجام بده؟ ولی با پوزخند گرفتم و گذاشتم لب تاقچه اتاقم. اون چند روز جنگ غریبی در دل من بود و همیشه یک چیزی به من میگفت پرهام تو همه چی رو امتحان کردی، همه چی رو امتحان کردی، این یه دونه هم امتحان کن. و بالاخره من خوندم، شروع کردم به خوندن کتاب مقدس. یادم میاد چون ما توی چون اقواممون الحق بودن و توی عرفان بودیم، انجیل یوحنا رو خیلی دوست داشتم، چون یک کم ازش خونده بودم، دیدم عرفانی هست، شروع کردم به خوندن. همینجوری داشتم میخوندم تا اینکه دیدم رسیدم به باب 9 انجیل یوحنا، داستان کور مادرزاد، داستانی که شاگردان از عیسی میپرسن خودش گناه کرده یا پدر و مادرش که اینجوری به دنیا اومده. و من سالها این
صدا رو شنیده بودم که یا خودت گناه کردی یا پدر و مادرت که اونجوری به دنیا اومدی. و همون لحظه انجیل رو از هرس، از یعنی از خشمم پرت کردم اون بر، یعنی انقدر با شدت این کارو کردم از وسط نصف شد، باز شد چسبش و با تمام دل شکسته ولی با طلبکاری انگار، یعنی با خشم رفتم به حضور خدا و گفتم که عیسی مسیح من تو رو نمیشناسم و تو اومدی دم خونم، کتاب تو اومده، خودش اومده دم خونم، من نرفتم. اگر واقعا حقیقت هستی زندگی من رو عوض کن، من دیگه خسته شدم، حتی دیگه نمیخواستم که صبح هم بیدار بشم از خواب و انقدر خسته و به بن‌بست رسیده بودم. و همون شب من از گریه انقدر گریه کردم خوابم برده بود و صبح که بیدار شدم با خودم گفتم خب این حالا مثلا 2500 سال این کلام نوشته شده دیگه، الان تغییری که نمی کنن که عجی مجلا تغییری نیست، بذار ادامهش رو بخونم ببینم جواب عیسی چی هست. ولی برادر واقعا با ترس و لرز این کار کردم، چون انگار عیسی، انگار انجیل تنها امیدی برای من بود، یعنی آخرین امیدی که یک سنگی که من فقط داشتم و اون رو باید به هدف می زدم. با ترس و لرز رفتم و کتابو چسبوندم به هم دیگه، باز کردم و شروع کردم ادامه داستان که این نه خودش گناه کرد و نه پدر و مادرش. یعنی جواب عیسی یک جوابی بود که من 22 سال دنبالش میگشتم، 22 سال میخواستم بشنوم. و وقتی که من این آیات رو داشتم میخوندم همونجا زانو زدم، گفتم که دوست دارم بیشتر تو رو بشناسم، میخوام قلبم رو به تو تقدیم کنم، میخوام تو خدای زندگی من باشی. و اونجا هیچ کسی برای من دعای توبه نخوند، واقعا یعنی حضور روح القدس انقدر ملموس بود اونجا که زانو زدم و عیسی رو به خداوندی زندگیم پذیرفتم و قلبم رو به عیسی دادم. ولی ایمان من یک ایراد داشت و اونم اینی که چون پایان داستان شفای کور مادرزاد بود، من هم این انتظار از من به وجود اومده بود و یک ایمان شرطی پیدا کرده بودم و فکر میکردم که زمان خدا مثل زمان منه و گفتم اوکی کور مادرزاد شفا پیدا میکنم، هللویا، منم شفا پیدا میکنم، اوکیه 100%. یک سال گذشت، دو سال گذشت، جوش خبری نشد، 3 سال. و تا اینکه ما رو دستگیر کردن توی ایران، کلیسا رو، یادم میاد توی یک آیه خدا من ملاقات کرد، توی اول سموئیل باب 16. سموئیل مرد خداست، گوشش برای خداوند بازه، صدای خداوند رو میشنوه، ولی توی یک بحره از زمان شاول رو از دست میده و وقتی که شاول رو از دست میده شروع میکنه به عزاداری کردن و توی بحره خدا بهش میگه بسه. توی باب اون آیات اول باب 16 میگه بسه، دست از گریه‌زاری کردن بردار، روغندان تو پر کن، من به تو داوود پسر یحیی رو نشون میدم. وقتی من این آیات رو داشتم میخوندم و خدا با قلبم صحبت کرد، با خودم گفتم چند تا از این شاول ها هست که مدام داریم براش گریه میکنیم ولی کار عظیم خدا برای ما به روی صلیب رو فراموش کردیم. یادمون میره که دستای چه کسی برای من سوراخ شد، تاج خار بر روی چه کسی، بر روی سر چه کسی گذاشته شد برای من، سیلی به صورت چه کسی زده شد به خاطر من، به خاطر که من این گناهکار بودم. و همونجا توبه کردم و گفتم خداوند، بعد از 30 سال گفتم خداوند تو رو در این ضعف
شکرگزاری میکنم. برای وجود تو من بیماری رو از خدا نمیدونم. بیماری از خدا نیست. خدا نیکوست. خدا خدای ما. خدای شفا هست. ولی خداوند در هر حالی قابل ستایش هست. در هر حالی. و خدای ما خدای پیروز هست. و از اون روز واقعا یه کوچولو سعی میکنم با خدا راه برم و روز به روز بیشتر بشناسمش، بیشتر خودش رو برای من مکشوف کنه و بیشتر شبیه اون بشه. صادقانه چیزی که خودم باهاش کلنجار رفتم و چالش داشتم این بود که هم فکوس من بر روی خودم و ضعفام بود، فکوس من بر عریانی خودم. و زمانی که یاد گرفتم که چشمم به عیسی باشه خودم رو فراموش کردم. و غلاطیان 2:20 شد آیه زندگی من که میگه من مردم، دیگه من نیستم که زندگی میکنم، بلکه مسیحه که در من زندگی میکنه. وقتی که ما به مسیح نگاه میکنیم فوکوس از روی خودمون برداشته میشه و بیشتر کار عظیم خدا رو درک میکنیم. برای هم نوعای خودم، برای کسانی که شاید با یک ضعفی دست و پنجه نرم میکنم، میخوام بهشون بگم که اسم تک تک شما با همون ضعف روی کف دست خدا من حک شده. ضعف داشته باشیم یا نداشته باشیم، از نظر من همه ما ضعف داریم. برای بعضیا دیده میشه، برای بعضیا دیده نمیشه. مهم اینه که شبیه مسیح بشیم و یک کم رنگ و بوی اون رو بگیریم. معمولا همه دعا برای نجات میکنن دیگه، ولی دعای من اینه که ایران پر از پولس های زمین خورده است. دعای من اینه که حنانیاها آماده بشن که ایران آزاد بشه. دعای من اینه که ما آماده بشیم که بتونیم از خودمون، یعنی خودمون شروع کنیم، بتونیم حنانیا باشیم برای دست، در دستان خدا حنانیایی باشیم که پولس‌های زمین خورده توی ایران، افغانستان و خیلی از کشورهای دیگر رو بتونیم بلند کنیم. واقعا قبلا آنقدر درباره روح القدس نشنیدم. مانند آنچه پولس در اعمال 19 با گروهی از مسیحیان می‌بیند. در شهر افسوس او از آنها می‌پرسد که وقتی ایمان آوردی روح القدس را دریافت کردی؟ آنها جواب دادند نه، ما نگرفته ایم، حتی نشنیدند که روح القدس وجود دارد. آنها کاملا نادان بودند. پس از اینکه آنها به نام عیسی تعمید یافتند، او برای آنها دعا کرد و روح القدس بر آنها نازل شد. و در اعمال پتروس رسول که یک مرد یهودی است به زبانها صحبت کرد و نبوت کرد. این موضوع بحث برانگیز بود، زیرا در آن زمان اعتقاد بر این بود که فقط یهودیان می توانند مسیحی شوند. ممکن است یک غیر یهودی از روح القدس پر شده باشد. در حالی که پتروس هنوز صحبت می کرد، روح القدس بیرون آمد و همه کسانی که این پیام را شنیدند از روح القدس پر شدند. پولس در مورد عشق خدا صحبت می کند که از طریق روح القدسی که به ما داده شده در قلب ما ریخته می شود. زمانی که این اتفاق می افتد، زمانی که عشق و قدرت خدا قلب ما را پر می کند که همه ما تجربه می کنیم. هنگامی که مردم مانند یک جشن تولد یا چیز دیگری غافلگیر می شوند، واکنش همه متفاوت است. هر کس منحصر به فرد است. حتی اگر شرایط یکسان باشد،
واکنش واقعا متفاوت با شخصیت ما است. بنابراین مردم وقتی پر از روح القدس می شوند واکنش متفاوتی نشان می دهند. است که تجربه روح القدس حتی در احساسات، عواطف و نحوه بیان تغییراتی ایجاد کند، مانند دوستی که می‌خواهد ما را خوشحال کند تا از زندگی لذت ببریم. بنابراین می‌گویم نباید از روح القدس هراس داشته باشیم. طبیعی است که وقتی برای اولین بار به روح القدس نزدیک می‌شویم باید با خنده یا اشک واکنش نشان دهیم. من خودم از خوشحالی میپرم یا حرف میزنم. باید اعتراف کنم که روز اولی که آنجا بودم اینو حضور روح را تجربه کردم. این یک حس برای خندیدن بود، اما فهمیدم که یک نوع خنده بسیار خاص بود. او روح القدس است، روح شاد، آزادی است. در جایی که روح القدس وجود دارد آزادی وجود دارد. به سادگی می توانید تجربه پرارزش از تجربه روح القدس داشته باشید. شاید متوجه شده باشید که در این برنامه ما هیچ وقفه ای برای بحث نداشتیم و این به این دلیل است که اگر مایلید دعا کنید و از خدا بخواهید که قلب شما را پر از روحش کند. می خواستیم برای شما وقت اضافی بگذاریم. سلام دوستان، دوست دارم پرستش امروز رو با آیه های زیبایی که شاید یکم متعجب بشیم و کمتر خونده باشیم شروع کنم. مزمور 139 آیه 14 به بعد اینطوری میگه: تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم، اعمال تو شگفت انگیزند. تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم، اعمال تو شگفت انگیزند. جان من این را نیک می داند، استخوان بندیم از تو پنهان نبود، چون در نهان ساخته می شدم. آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می شدم، دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید. همه ی روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آن که هیچ شک هنوز پدید آمده باشد. چقدر مزمور زیباییه، چقدر جملات زیباییه، و نه تنها فقط جمله، واقعیت‌های زیباییه که امروز باید با این دید خداوند را بپرستیم. حاضرین؟ این چشمان خودم رو ببندیم و بگیم: ای خداوند عظیم، ای خداوند بی همتا، توی که کارهای بی نظیر انجام دادی، تو که استخوان بندی مرا شکل دادی، در انتظار روی تو هستم، در انتظار تو هستم. هللویا. با کلماتی که از قلبت میجوشه او رو بپرست. در انتظار
بنما، آرزوی قلب من عیسی. در انتظار روی تو چهره‌ات را بنما، آرزوی قلب من عیسی. هم درد گویم تو را ستایم، هم درد گویم تو را ستایم. انتظار روی تو چهره‌ات را بنما، اشتیاق جان من عیسی. در انتظار روی تو چهره‌ات را بنما، اشتیاق جان من عیسی. هم زانوانم می سرایم، می خوانم در انتظار روی تو چهره‌ات را بنما، تا ابد ستایمت عیسی. در انتظار روی تو چهره‌ات را بنما، تا ابد ستایمت عیسی. هم درد گویم تو را ستایم، هم درد گویم تو را ستایم. شکر بر نامت، شکر بر کارهای عظیمت، تا ابد تو را خواهیم سرایید ای پادشاه. آمین. در دستان خداوند باشید. خدا نگهدار. یاد دارم که با صدها نفر ایستاده بودم، در حالی که دعا می کردیم که روح القدس بیاید. او ما را تشویق کرد که همین دعا را انجام دهیم. بنابراین به یاد دارم که دعا می کردیم به روح القدس بیایید. روح القدس او پایین می آید و همانطور که منتظر بودم، بعد از چند دقیقه محبت خدا را احساس کردم، زیرا غرق عشق خدا بودم، زیرا در آن شب خداوند قلبم را با روح القدس خود پر کرد. خدا در یک چیز کاملا جدید برای من واقعی شد و او رویایی را در قلبم قرار داد که ببینم دیگران همان عشق را تجربه می کنند.
اسمم سارا هست و شیرازی هستم. تحصیلاتم هم لیسانس حسابداری هستم و فکر کنم 2 ماه از ایمانم گذشته بود به من گفتن که دوست داری بیای دوره 2 هفته‌ای. من وارد دوره 2 هفته‌ای شدم. اونجا اتفاقات خیلی عجیبی برای من افتاد. آزادی هایی اومد از اسارت هایی که داشتم توی گذشته و بازم حسای خیلی جالب تر جدید تر تجربه کردم. اونجا بود که گفتم که خدایا میخوام خودم وقف تو کنم و بکنم 4 سال از اون روز میگذره. خدا رو شکر میکنم واقعا که همچنان هنوز تو خانه خدا هستم و هنوز میگم که وقف خدا هستم. و اونجا اولین خدمت من بود که خیلی برای من جالب بود. گفتم خدایا من میخوام که همینجا باشم و همینجا هر کاری که از دستم برمیاد برات انجام بدم. اون موقع اینو گفتم ولی الان دیگه این به نظر من اشتباهه. گفتم حتی اگر دستشویی شستم باشه که به نظر من خدمت هیچ فرقی نمیکنه، چه این بالا باشه چه اون پایین باشه، خدمت خدمته. ولی اون موقع این تصویر رو داشتم و خیلی جالب بود که یکی از عزیزان توی کلیسا خادمین بودن به من گفتن که دوست داری خدمت کنی، یعنی دقیقا دوره 2 هفته‌ای ما تموم شد، انگار که به من دنیا رو داده بودن. دقیقا 1 ساعت قبلش من داشتم به خدا این حرف بودم، خدا دوست دارم که برای تو خدمت کنم. و اولین خدمت قانونی شدی بود و با بچه ها وقت گذاری و خیلی جالب بود. این هم یکی از کارهایی بود که خدا کرد. خب من به خاطر اینکه از بچگی با بچه‌ها بزرگ شده بودم، توی خانواده خیلی جمعیتمون زیاد بود، چشم باز کردم بچه دیدم و حال و حوصله بچه نداشتم. یعنی خب به خاطر شرایط زندگی من حال و حوصله بچه نداشتم. خدا منو دقیقاً برد توی اون قسمتی که من چالش داشتم و وقت گذاشتم با بچه‌ها و اونجا من انگار احیا شدم. انگار که اون سارایی که مرده بود زنده شد. خب خیلی خدمت های مختلف بود. مثلا همسفران، وقتی که همسفران با 1 نفر صحبت میکنم، این باعث شد که من از روی خودم بیام نگاه هم از روی خودم برداشته بشه و به دیگران نگاه کنم. همسفران این برای من داشت، اینکه تو با یه چالش 1 نفر دیگه خودتو دخیل کنی، با یکی دیگه زندگی 1 نفر دیگر رو بدونی و بتونی در کنارش باشی. و من عاشق این کارم، اینکه با 1 نفر وقت بذارم، با 1 نفر حرف بزنم و بتونم حتی شده با 1 کلمه به اون آرامی بدم و تسلیش بدم. الان توی خیابون که میرم من بشارت، من عاشق بشارتم، چون باعث میشه که مردم حقیقت رو بدونن، اون چیزایی که ازش خبر ندارن. من سارا میتونم اینو حداقل برم بگم که عیسی کیه، عیسی چی کار کرده تو زندگی من. و وقتی که میرم بشارت میدم حال خودم خیلی خوب میشه، چون باعث میشم که 1 نفر دیگه از چنگ شیطان بیرون بیاد و اون حقیقت رو بفهمه و دیگه بقیهش رو میسپاریم به خدا که خدا کار کنه. ولی تو این چند سال خب من خیلی تو این کلیسا روش کردم، خدمت های مختلف دارم انجام میدم، مسئول بشارت هستم، عاشق بشارتم، توی مسئول کتابخونه هستم. من اولین مسافرم 12 سالش بود به من سپردم و خیلی برای من قشنگ بود. خب من توی گذشتم خودم رو دوست نداشتم اصلا و هر موقع جلو آینه میرفتم مثلا به خودم میگفتم تو چقدر زشتی، مثلا میگفتم که تو به درد نخوری، تو بیفایده، و همیشه اینو به خودم میگفتم. خیلی جالب بود که خدا از طریق همون دختر 12 ساله با من حرف زد. وقتی که داشتم بهش میگفتم میدونی که تو چقدر زیبایی، میدونی که تو چقدر خوشگلی، میدونی که تو دختر محبوب خدایی، اون لحظه احساس کردم همه چیز سکوت مطلق شد و یک صدایی به من گفت که میدونستی که تو هم دختر من هستی، میدونستی که تو هم زیبایی، برو به هر روز. من داشتم به تیام مسافرم میگفتم که برو هر روز جلو آینه اینو به خودت اعلام کن که تو دختر محبوب خدایی، تو زیبا هستی. و همون چیزایی که داشتم به اون میگفتم خدا داشت به خودم میگفت و هیچ وقت این صحنه رو یادم نمیره. و من اون لحظه نشستم و همونجا گریه کردم.
اون اصلا نمیدونست، اون 12 سالش بود، نمیدونست چیه، ولی من میدونستم که چه اتفاقی در من افتاده. از اون روز به بعد من هر روز میرم جلوی آینه و اینو به خودم اعلام میکنم که سارا تو دختر محبوب خدایی، تو دوست داشتنی هستی و تو زیبا هستی و این همیشه یادم میمونه. خودتون گفتین تو خدمت چالش زیاده، اینکه مثلا این حرفی رو میزنی خب گوش نمیکنن، حرف تو گوش نمیکنن، این هست. ولی توی همین همسفر، توی مسافرهایی که به من میدادن، مثلا تمام وقتمو میذاشتم، محبت که همیشه باید بکنم، تمام وقتمو میذاشتم و باشون کار میکردم، یهو میرفتم پیداشون نمیشد. مثلا یکی از مسافرام 2 سال ازش خبری نبود، 1 سال ازش خبری نبود، من دل سرد شده بودم، گفتم که چرا آخه، مثلا من وقت میذارم، دارم باید کار میکنم، هر روز بهت زنگ میزنم ولی میری. بعد مثلا دروغای مختلف بهم میگفت، مثلا میگفت که من سر کارم، بعد مثلا استوری میذاشت بیرون بود و این چیزایی بود که مثلا میگفتم خب من تمام وقت دارم برای تو میذارم، دارم کار میکنم، مثلا میخوام تو هم رشد کنی، ولی بعضی موقع میگفتم برش کن دیگه، نمیخوام چه چرا. ولی از اون برم یه نیرویی بود که میگفت نه برو جلو. و جالبه حالا اینم یه شهادت خیلی کوتاه، همون مسافری که 2 سال پیداش نبود، انقدر برایش تو دعا شفاعت موندم، انقدر موندم و فقط حالشو میپرسیدم و الان یکی از خادمین همین کلیساست و داره خدمت میکنه و هستش و این برای من همیشه وقتی میبینمش میگم که چه وقت نباید دل سرد شه. به نظر من سن اصلا مهم نیست. منم وقتی که وارد کلیسا شدم، عیسی رو شناختم، این عشق من بود که دوست داشتم خدمت کنم. مطمئنم که اگر واقعا عشق به عیسی داشته باشین و خدا رو واقعا دوست داشته باشن، اصلا نیازی نیست به از من از 20 سال 21 سال همه سنی میتونه خدا رو خدمت کنه و کافیه که فقط دستتو بدی به دست خدا و اون هست که به تو قوت میده. یه آیه تو قلبم هست که بگم قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. این سارا نیست که اینجا از خدمت میکنه، اون قوتی که اون داره به سارا میده، وگرنه سارا از خودش هیچی نداره. و میخوام به هر کدوم از عزیزانی که صدای من رو میشنون و من رو میبینن بگم که اگر میترسی که خدمت کنی، بگی من جوونم، حکمت باید داشته باشم، الهیات باید بلد باشم، نه، کافیه که فقط تسلیم خدا باشی و اجازه بدی که خدا در زندگی تو کار کنه، چون اراده اون برای تو اراده بهتری. آزادی ایران، واقعا دعا میکنم که ایران و تمام عزیزایی که توی ایران هستن حقیقت رو بشناسن و این حقیقت باشه که اونا رو آزاد میکنه و روزی برسه که ما به جای بت‌پرستی، به جای اینکه خدای که واقعی نیستن رو بشناسیم و بپرستیم، خدای واقعی رو بپرستیم و به جای این مساجدی که توی ایران هست، کلیساها بنا بشه و نام عیسی بلند بشه. مانع متداول وجود دارد که مردم اغلب هنگام دعا برای پر شدن از روح القدس با آن روبرو می شوند. عیسی در لوقا در مورد آنها صحبت می کند. شما درخواست می کنید و به شما داده می شود. زیرا هر کسی که بخواهد دریافت می کند. هر کسی که در جستجو است می یابد. و برای هر کسی که در را می زند در باز می شود. ممکن است ترس باشد. شاید ترس از ناشناخته یا شاید حتی ترس از اینکه اگر روح القدس را بخواهیم ممکن است به چیزی برسد که ما نمی‌خواهیم. اما ببینید عیسی در کنار پدر شما چه می‌گوید. اگر فرزندانتان ماهی بخواهند به جای آن مار به آنها می‌دهند؟ البته شما اینطور نیستید. افراد گناهکار می‌دانند که چگونه به فرزندان هدایای خوب بدهند. پدر آسمانی شما روح القدس را به کسانی که از او می‌خواهند عطا می‌کند. خدا پدر آسمانی خوبی است.
او به ما چیزی مضر نمی‌دهد. برای هر چیزی که برای ما خوب است. سومین مانع احساس بی‌کفایتی است. ما فکر می‌کنیم من به اندازه کافی لایق نیستم. شما نمی‌دانید زندگی من چگونه است. درست است. من شما را نمی‌شناسم. اما خدا شما را دوست دارد. پس بیایید همین الان به صورت گروهی چند دقیقه دعا کنید تا از روح القدس پر شوید. کاری که من دوست دارم، همانطور که دعا می کنم، این است که در قلبم را باز کنم. دست ها منعکس کننده قلبی است که می گوید من برای دریافت آماده هستم. و همانطور که دعا می کنیم می گوییم خدایا مرا از روح القدس خود پر کن.